ولی ایستاد و ما به یاد داریم پارسال چگونه شیرزن برای دخترش ترانه‌اش را می‌خواند و باز هم به مقاومت و به ایستادگی و به روح و روان این مقاومت پیام می‌داد. مرضیه به واقع معرف تاریخ کنونی ما، رنج‌ها، مقاومت‌ها، زیبایی‌ها و شادمانی‌ها بود. مشخصاً چه کرد که این چنان به خدمتش آمده ایم؟ وقت آمد صدا بلند کرد بعد از 15 سال سکوت، تمام استعدادش را از نو به خدمت آورد در سن بالا. خیلی ها ازش پرسیدند، به تکرار پرسیدند برای چه آمده ای؟ اگر حالا آمدم کلام اوست، اگر حالا آمدم به طرف مقاومت به خاطر انسانیت است، به دلیل آن است که از دیو و دد در ایران ملولم و انسانم آرزوست. این جمله تا ابد خواهد ماند: برای این آمدم که انسانم آرزوست. و این همون صدایی است که شما گفته اید وقتی با آبا پیر ملاقات کردید، عشق و انسانیت، و وقتی در دردهای دیگر صدایتان را برند کردید. صدای انسانیت، صدای ازلی ابدی ملت ایران و فرهنگ ایرانی است. از قرون اثار چه با این مشکل روبرو بوده و چه با مشکل دیگر، میدانست که مقاومت زندگی کنونی شرف ایران است و میدانست که آواز اون زیبایی این پیامی است که شما پرچم دارش هستید. اون هم خود را مونس شما میدانست و بارها به زبان آورده بود و این مونس، مونس مردم ایران است. شاد باشید. مرضیه وقتی که به پیام مقاومت ایران پاسخ داد و با خانم رجوی ملاقات کرد و با پذیرش خطرات بزرگ، خیلی سخته در 73-74 سالگی آدم اساس زندگی خودش، مسکن خودش، عادات خودش رو، خانواده خودش رو، میهن خودش رو ترک کنه، با مرضی چنین کرد. و چرا چنین کرد؟ برای اینکه به وجدان خودش پاسخ بده، برای اینکه بیاد در کنار مقاومت ایران صدای ملت مظلوم ایران رو با هنر خودش به گوش جهانیان برسونه. من در همین جا، در همین فرصت، باز هم از خانم رجوی، از تک تک اعضای مقاومت، به خاطر حرمتی که به فرهنگ و تمدن ایران و شخص خانم مرضیه به خاطر شخصیتشون و هنرشون میگذارن، به عنوان یک ایرانی سپاسگزارم، مفتخرم، مغرورم. این احترام، احترام به همه اهل ادب و هنر هست. در همین جا به اونهایی که به عنوان دانشگاهی علیه مردم ایران عمل میکنن یک شعر خیلی قدیمی رو میخونم. میگه: عالمی بر در امیر مرو، این چه رفتن بود؟ بمیر مرو. خوشحال شدم.